بر بینندگان تلویزیون مردم تیوی در سراسر جهان. من پرویز مینوی هستم، مطابق معمول روزهای چهارشنبه به وقت واشنگتن از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر در خدمت شما هستم و این برنامه را آقای سوربی، پارسا سوربی در اتاق فرمان در واشنگتن کارگردانی فنی میکنن و از اونجا میفرستن و روی یوتیوب هم میذارن و میتونید این برنامه رو ببینید. من در اخواد برنامه بگم که یک تو من اعلامیه رو میخوام بخونم، یه مهمون رو میخوام روی خط دعوت کنم. این دوتا اعلامیه که میخوام بخونم هر کدوم به مناسبت روز و به اصطلاح درباره مسائل روزه. یک جون اعلامیه است که یک عده‌ای امضا کردن، یک گروه های امضا کردن. من اول امضاهاشو بخونم بعد خودش بخونم. یکی این اعلامیه که گفتم میخوام بخونم، اول امضاشو بخونم. همونطوری گفتم امضا کنندگان اعلامیه اینا هستن: جبهه ملی تشکیلات امریکا، جمعیت خردپیشگان ریشه‌ای، جنبش پایداری مرد پرگوهر، جنبش رنسانس یا نوزایی ایرانی، جنبش ما هستیم، حزب مشروطه ایران، نهاد مردمی و شماری از پان ایرانیست های برون مرز. خب اینا همه براتون آشنان دیگه. ببینید جبهه ملی که مشخصه، خردپیشگان ریشه ای من زیاد آشنایی ندارم، جنبش پایداری مرد برگر اسم شنیدم، جنبش رنسانس یا نوزایی که آقای شاهین نژاد یارانشون هستن، جنبش ما هستیم آقای فروتن و یارانشون هستن، بسیار افراد مهمی توی این جنبش ما هستیم هستن که خیلی فعال هستن، جنبش مشروطه ایران، ما هستیم که ببخشید ما هستیم مال آقای شهرام همایون و گروه کانال یک هستن، حزب مشروطه ایران که مشخصه، نهاد مردمی مال آقای فروتن و دوستانشون هستن و شماری از پان ایرانیست های برون هست. این یه اعلامیه هست که من باید بخونم. یه اعلامیه دیگه هم هست در مورد نهزد جدایی از اسلام. ببینید عنوانش اینه: سوگ سیاوش را جایگزین عاشورا و تاسوعا کنیم، پیشنهادی از سوی جنبش راهی از اسلام. این هم کلی دیرش امضا داره که امضاش هم براتون میخونم. من این رو یه بخشش میخونم بعد سعی میکنم مهمانی که بیارم که درباره سیاوش توضیح بده و بعد ادامه میدم. در آستانه نوروز سال 1390 برابر 2019 میلادی، برای نخستین بار در تاریخ مبارزات ملی و فرهنگی ایرانیان، 80 تن از ایرانیان جان برکف راه رهایی میهن از این همه سیاه روزگاری را پیشه کردن به اسلام، ببخشید پشت کردن به اسلام و روی گرداندن از این دین بیگانه دانستن و دلیرانه آرمان جنبش راهی از اسلام را به ملت بزرگ ایران پیشنهاد نمودند. پس از پخش آن پیشنهاد در شاهراهای اینترنتی چند هزار تن از ایرانیان آزاده آن را دستینه یا امضا کردند و دوشادوش روشناندیشان راستین ایرانی دین اسلام را برای همیشه از زندگی خود بیرون انداخته. ببینید خانم آقای، ما وقتی به دنیا میایم ملیت ما معلوم میشه ما ایرانی، بعد معلوم میشه که ما اسممون چیه، مثلا من اسمم شده پرویز مینوی، بعد معلوم میشه که دینمون چیه، مذهبمون چیه. خب هرچی پدر مادرمون همون میشه،
در حالی که ببینید این پدر و مادرهای ما یک دفعه 1400 سال پیش با شمشیر عرب که رو گردنش بود گفت بزنم یا مسلمون میشی، از ترس گفت من مسلمون میشم، از زردشتی برگشت به مسلمونی. مسلمونی اون زمان در زمان آقای عمر بود، در زمان آقای عمر هنوز شیعه و سنی نبود و اون شیوه مسلمانی که آقای عمر داشت بعدها به نام سنی نامیده شد و یه شیوه دیگری پیشنهاد شد به نام شیعه. پس بنابراین ما اول به زور شمشیر عرب ها مسلمان سنی شدیم، بعد به زور خنجر قزلباش های شاه اسماعیل صفوی شیعه شدیم. خب ما در اون 1200 سالی که زردشتی بودیم آقای نیمی از دنیا بودیم. از وقتی اسلام آمد ما هیچ حکومت پایداری نداشتیم. میدونید اینجا؟ یعنی ببینید در ایران قدیم هخامنشیان، اشکانیان، زردشتیان روی هم 1200 سال در مملکت پایداری کردن. در این طرف کیه داریم؟ نادرشاه خیلی خوبه ولی نه سازندگی داره نه ادامه داره. کریم خان زند خیلی خوبه، سازندگی داره ولی ادامه نداره. ملک شاه سلجوقی خیلی خوبه چون کارها رو داده دست خواجه نظام الملک توسی و خواجه نظام الملک توسی کارها رو بر حسب ایران دوستی انجام میده ولی ادامه نداره. فقط در این 1400 سالی که یعنی 1395 سالی که از هجرت میگذره که در این مدت 1395 سال ما از سال 25 هجری به زور مسلمون شدیم کم کم، یعنی در واقع میشه از 1370 سال ما مسلمون شدیم. این 1370 سال تنها سلسله‌ای که یک مقدار ادامه دار بوده سلسله صفویه بوده. صفویه هم از یک طرف از حکومت میکردن، یک طرف رهبر دینی بودن، یک طرف متشرع بودن و اون رهبر دینی و رهبر مذهبی با هم قاطی شد. یه مقدار اینا طولانی حکومت کردن ولی دیدید که ببینید سه دفعه ما تاج پادشاهی رو تقدیم کردیم، دفعاتی به زور گرفتن اون بماند ها، سه دفعه تقدیم کردیم. آقای سلطان محمد خوارزمشاه وقتی شنید مغلامیان خودش شروع که فرار کردن، پسرش جلال الدین گفت آقا ارتشی بده من برم دفاع کنم، گفت نه فرار کرد رفت توی خلیج تو بحر خزر، آره دریای خزر، رفت توی یه جزیره اونجا قایم شد. آقا مغلا آمدن بدون مقاومت همه جا رو گرفتن، همه جا رو خراب کردن، همه جا. آقای چنگیز خان میگفت شما یعنی ملت ایران اینقدر گناه کردید که خداوند من فرستاده که من شما رو بکشم. و گفتم که یک کسی نوشته تو تاریخ که ما چهار نفر بودیم به راهی همی رفتیم، مغولی بر ما رسید، گفت بمانید تا تیغ خود را بیاورم، به خدا قسم من یک بک ریختم و آن سه بماندن. یعنی میدونید یعنی این دین اسلام یک نوع تو قرآن هم نشده که میگه که هیچ برگی از درخت نمیفته مگر به حکم من. سوره ابراهیم آیه 4 میگه که هر کی خدا بخواد به راه راست هدایت میکنه، هر کی نخواد هدایت نمیکنه. همش از بچگی به ما گفتن که آقا این دنیا هرچی زور بکشید اون دنیا اولش براتون خوب میشه. یعنی ما رو دنیا و نظرمون گرفتن با شستوچوی مغزی که اون دنیا ها اون دنیا رو کی دیده؟ اگه ما قرار بود که از یه دنیای قبلی بیم به دنیای فعلی برم به دنیای بعدی، خب چرا این از کجا هست؟ ما قبلا اینکه به دنیا بیم کجا بودیم؟ قبلا اینکه نطفه ما ساخته بشه کجا بودیم؟ مولکولای بودیم جز گیاه و بدن جانور و چیزای دیگه، پدر مادر ما اونا رو خوردن، اون مولکولا تو بدنشون کم کم رشد کرد و تبدیل شد به تخمک نر و تخمک ماده، اوول و اسپرماتوزوئید. بعد هم که ببینیم همونه دیگه، قبلا این سلولای قند و کربن و چربی و کلسیوم که تو بدن منه 200 سال پیش 300 سال پیش اینا تو طبیعت بود و منی وجود نداشتم.
خب وقتی من ببینم بازم 100 سال 200 سال بعدش باز این مولکولا میره تو طبیعت دیگه منی وجود ندارم. این قصه ها رو و انسان خدا را آفرید و انسان خدا را آفرید خدا این پس من را این به دو چیز من اشاره کردم. یکی این که بیاییم ما به اصطلاح آشورا تاسوها رو بذاریم کنار، سیاوش رو، سربریدن سیاوش رو، به اصطلاح اون رو مراسم بگیریم. یکی دیگه هم بیاییم توجه داشته باشیم که ما یک کشور باستانی هستیم و نباید سوء استفاده کنن و ما رو به جون هم بندازن و اونجا در یک اعلامیه که براتون میخونم. اجره این دوستمون که بیارم رو خط، بعد که او بردمش رو خط بعد معرفیش بکنم. ببینید کشور ایران کشوری نیست که تو سازمان ملل پاشدن نشستن رأی گرفتن آقا این کشور باشه یا نباشه، همه رأی دادن باشه و اون کشور باشه. اینجوری نیست. این کشور در طول هزارهای تاریخ یک کشور بوده، یک سرزمین مستقل بوده، همه با هم کار میکردن. اینجوری گفتم، اینجوری نبوده که مثلا مثل اردن باشه که پاشم بشینن بگن اینجا قبلا مثلا بخشی از حکومت عثمانی بوده یه خط بکشن بگن اینجا شده اردن، یا مثل سوریه نبوده که اونم مثل کشور عثمانی بوده یه خط بکشن اینجا بگن سوریه. یا الان درود بر شما. درود بر شما. خیلی ممنون. من آقای شاهین نژاد، آقای مهندس شاهین نژاد رو روی خط دارم. ازدادی اول ایشون رو معرفی کنم، بعد ازشون خواهش کنم که این مقدار اطلاعات به ما بدن. آقای شاهین نژاد شغلشون مهندس نفت هستن و یه مقام عالی رتبه‌ای در شرکت‌های نفتی دارن. از طرف شرکت‌های نفتی میرن به کشورهای دیگه در کنفرانس‌ها شرکت میکنن. استاد شاهنامه هستن، کلاس‌های شاهنامه‌شون رو من دیدم 30 نفر آدمایی که اکثر اونا سنشون از آقای نژاد بیشتر اونجا میشن، آقای نژاد درس میده. کتابی نوشتن به نام نشیبی دراز است در پیش فراز و زیر و بم حکومت ساسانی و شکست، دلایل شکستش و چه مقاومت‌های ایرانیان بعد از شکست کردن همه رو توضیح دادن. بعد یک کتاب دیگری دادن به نام اندیشه های ایران شهری که سی دی هم هست و من این سی دی رو به جای هر موزیکی هر وقت تو ماشین شاید تا حالا اقراق نکنم 15 دفعه از اول تا آخرش شنیدم. و ایشون استاد یعنی تحصیل کرده فلسفه هستن که من نمیدونم در تا چه وقتی در این رشته پیشرفت کردم. من میخوام به خانم آقایون بگم که آقای شاهین نژاد یکی از شانس‌های بزرگ کشور ما برای آینده است و از این جوان هرچی میتونیم باید حمایت کنیم. حالا من از آقای شاهین نژاد خواهش کردم که مقدار خودشون رو معرفی کنم و درباره سیاوش برای بینندگان توضیح بدم. جناب بینندگان، درود بر شما و درود بر همیهنان چراغی، بینندگان و شنوندگان برنامه شما. خیلی سپاسگزارم از ابراز میلی که کردید. به هر حال من سزاوار این همه از شما هم بودم. در پیوند با خودم شما یک مختصری گفتید. الان ما میکوشیم با برخی از اندیشان و دوستان که توی طیف فکری قرار میگیریم رستاویز فرهنگی در ایران اگر بتوانیم انواج درش ایجاد بکنیم، از این رو
با دوستان در جنبش رنسانس ایرانی مشغول فعالیت هستیم، جنبش رنسانس نوزایی ایرانی که هدفش یک ایرانگرایی در اندیشه، در فرهنگ، در هر چیزی. اگر برای مقدور باشه یک کمی بلندتر صحبت کنید. بله، و امیدواریم که با راهکار فرهنگی بشود در کشور تغییرات بنیادی ایجاد کرد که در اونجا خود شما هم هستید و از دوستانی هستید که همیشه همراه بودید و برحال ما رو تنها نذاشتید. اما در پیوند با موضوعی که مطرح کردید، سیاوش، سیاوش چیست و چه نقشی داره در شاهنامه، چگونه به سیاوش پرداخته شده؟ سیاوش پسر کیکاووس شاه ایرانه که در پیش رستم بزرگ میگه، پرورش پیدا میکنه و به هنرهای یک پهلوان و یک سردار آراسته میشه. آزادگی و رازگویی و وفای به پیمان و از وقت و شرافت رو از مکتب رستم فرا میگیره و رستم وقتی این جوان باننده میشه، یک جوان آراسته میشه، خودش از سیستان سیاوش رو میاره پیش شاه، در حقیقت ولیعهد رو میاره پیش شاه و میگه این فرزند دوست که تو این سالها پیش من این گونه رشد کرده و بزرگ شده و یک چهره برجسته‌ای شده که حالا شما میبینیدش. سیاوش متوجه پدرش کیکاووس قرار میگیره و همچنین مورد توجه سران بزرگان کشور قرار میگیره به عنوان این فرد شایسته. کیکاووس همسر جوانی داشته، خود کیکاووس برواسطه ازش گذشته بوده، این همسر جوان سودابه دختر پادشاه هاماوران بوده. به عبارتی امروز روز میشود گفت مثلا فرض کنید منطقه مثل یمن. و سودابه وقتی سیاوش رو میبینه که در حقیقت پسر شوهرش بوده، به شیفته و والای سیاوش میشه و به سیاوش ابراز علاقه میکنه و میکوشه که خودش رو به سیاوش نزدیک کنه. سیاوش سودابه رو در دو سه مرحله پس میزن، ازش دوری میکنه و میگوید که من با پدرم بیوفایی نمی کنم و با اهریمن آشنایی نمی کنم. و یک بار حتی سودابه خودش رو بهش نزدیک میکنه که سیاوش رو پس میزنه، پس دادن باعث میشه به سودابه در حقیقت خیلی بازی میکنه، یعنی خودش رو میزنه و چهرش رو ناخون خراش میده، لباس رو در تنش پاره میکنه، حالتی ایجاد میکنه که انگار سیاوش خواسته بهش دست درازی کنه. وقتی رو مطرح میکنه پیش کیکاووس، کیکاووس از بزرگان میپرسه یه چیزی سودا بده، میگه من چیکار باید بکنم، خیلی تلخه برای من همچین چیزی رو شنیدن. بزرگان میگن که از سیاوش این کار بعیده، به ما باورمون نمیشه، از سوی دیگه خب ایشون هم همسر شماست و میان یه به آزمون رو ترتیب میدن. متوجه خیلی مفصل من دارم خلاصه میکنم. بله، آزمون عبور یا گذر از آتش در باور ایرانیان، در باور نیاکان ما آتش پاک بوده و انسانی که پاک بوده میتوانست از میان آتش بگذره و آسیبی نبینه، در حقیقت پاکی رو نمیسوزونده. همچنان که آب پاک بوده و گذر از آب هم نشانه ای از در حقیقت رسیدن به کمال و بالندگی انسان در فرهنگ ایران. همچنان که میدونیم جایی که در شاهنامه کیخسرو از رود میگذره و غرق نمیشه. در حال سیاوش اتفاقی میفته میپذیره این آزمون رو، از آتش عبور میکنه با اسبش و آسیبی نمیبینه. کیکاووس تصمیم میگیره که سودابه رو کیفر بده، اما سیاوش حسادت میکنه و میگه که از خونش بگذر، حالا دروغ گفت و اینا، ولی جای به هر حال پشیمانی هست و میتواند به اصطلاح شخص دیگری بشه سودابه. و کیکاووس سودابه رو میبخشه. اتفاقی میفته، جنگی میان ایران و توران در میگیره. سیاوش به فرمانده سپاه ایران به مثلا جبهه میره و در جنگ موفق میشن در نبرد نخستی که انجام میشه تورانیان شکست بدن. حالا از اینجا داستان سیاوش وارد یک فاز تراژیکی میشه. وقتی که تورانیان رو شکست میدن، تورانیان میگن ما تسلیم میشیم و آتش بس میخوریم. سیاوش میگوید که از کجا بدونیم که شما دوباره نبرد رو آغاز نکنید؟
و حالا تو موزه ضعف هستید، اگه دوباره قوی بشین این کار میکنید، اونا صد نفر از بزرگانشون رو به عنوان گروگان میفرستن پیش سپاه ایران، پیش سیاوش. بگم اگر ما دست از پا خطا کردیم تا موقعی که نظر شماست، این صد تا گروگان پر شما که اینها از میان ببرید. سیاوش نامه به پدرش به کیکاووس می‌نویسه، برای شاه میفرسته، این نامه ایست که ولیعهد داره برای شاه می‌نویسه. بگم که اینا شکست خوردن، صد تا گروگان دادن و شرایط پذیرفتن، در نتیجه ما جنگ متوقف کردیم، دیگه انسان‌های بیشتری کشته نشن و خونریزی نشه، چون بعد وسط از دو طرف انسانی که رو زمین میفته و از میان میره. و کیکاووس نمیپذیره، میگوید که تو الان بی تجربه ای و متوجه نیستی که اینا تو موضع ضعفن، الان که ضعیفن با داغونشون کرد، شما سطح گروگان رو بکشید و حمله کنید و اموال ندید به تورانیان. سیاوش نمیپذیره این فرمان پدر رو و میبینه که این دور از جوانمردی است و دور از عهدی است که با تورانیان بسته و کشتن اسیر صد تا اسیر بوده ناجوانمردی است. در نتیجه پس از اینکه خیلی به خودش کلنجار میده، تصمیم میگیره که سپاه رو به یکی از سرداران ایران بسپاره، خودش به جایی به طرف پایتخت برگرده بره و از خواهد بهتون که در یه جای دوری در جهان زندگی کنه، برای اینکه نه راه بازگشتش میشه پدر بوده به خاطر نافرمانی، نه امکانی که در جبهه بمونه و فرماندهی کنه و خلاف عهدشان انجام بده. از تورانیان میخواد که به شاه بدن یه گذری باز کنن و این بگذره و بره به طرف چین. و وقتی افراد یا میفرمه شاه توران که سیاوش همچین جوانمردی داره میکنه و این اصول انسانی رو داره رعایت میکنه، افراسیاب میگه چرا میشه چینی ها برید، تو ما بیا هر جای توران که خواستی برای خودت یه شهری درست کن، اونجا زندگی کن، به قدمت به چشم ما و هر زمان خواستی میشه به ایران برای اینجا مهمان مونید. و بالاخره سیاوش رو قانع میکنن افراسیاب و وزیرش پینان و سیاوش با تعدادی از ایرانی ها که اگر ما تو رو بهت نمیکنیم و با تو میگوییم میروند و در چینیم از توران شهری به خود درست میکنن نام سیاوشگر، که گرد همون مثل یزگرد، مثل دستگرد، مثل سوسنگرد به معنی شهر سیاوشگرد. و حالا ببینم مثلا فرض کنید که پتروگراد هم از همین میان. بله بله، پتروگراد، بلگراد، مرسکاف لنینگراد، استالینگراد، این شهر رو کمه این نامو گرفتن. گراد همون گرده و ما در آلمانی هم داریم به صورت گرد داریم. اینا برای بنی زبان سانسکریت که مادر همه زبانهای هندو پایی سرجون به زبان ایرانی. در حال آقای جنگ هیچ رایی نیست صدای شما یه ذره بلندتر بشه؟ من صدا رو ماکسیموم کنم، صدا خوبه؟ خوبه، بهتر. و سیاوش میره شهری رو میسازه و برها به ایران هم خبر میرسه که سیاوش این کار کرده. سیاوش با دختر افراسیاب فرنگیسان ازدواج میکنه، در حقیقت افراسیاب با داماد خودش میکنه، سیاوش با ایرانی ها در شهر سیاوش که زندگی میکنه. این پس کهندهش کجاست؟ کهندهش به کهندهش باز داستان دینی جریان دیگه است، مربوط به همین سیاوش در اون منطقه، در منطقه سرزنده توران، ولی شهری که سیاوش میسازه سیاوش گرده. بله. در فرطان شده کنه باید دیگه ما داستان های حماسیمون و اسطوره هامون مقدار زیادی از متن به بعد متن متفاوته. مثلا فرض کنید در اوستا داستان یک جوره، در شاهنامه اندکی متفاوته، نه که کلا متفاوت باشه و ممکنه نام مکان ها حتی متفاوت باشه. مثلا میگم خدمتتون در شاهنامه فریدون بعد که ضحاک رو میگیره در کوه دماوند ضحاک رو به بند میکشه، در حالی که در اوستا فریدون ضحاک رو به بند نمیکشه، ضحاک رو میکشه. در مثلا در شاهنامه ضحاک
چهره انسانی داره، یعنی انسان است با سر و پا و دست و گردن اینا، در حالی که در اوستا به صورت یک اژدهای سسره، یک مار سسره. این تفاوت ها هست. در حال سیاوش مورد حسن قرار میگیره در توران، تو مسابقات چوگان و مسابقات برای ورزشی خوش نشون میده، کشتی میده و قرمان توران و شکست میده و اینا، و مورد به صدر حسن قرار میگیره. و گرستیونز که برادر افراسیاب بوده سمپاشی میکنه از سیاوش و افراسیاب دست خطر میکنه و برواد در یک حمله ناجوان مردانه میاد و سیاوش و ایرانی ها رو قتل عام میکنه و سیاوش به ایرانی ها میگه ما باید پیمان داریم با دست و اصله نمیبریم، بگذارید که این شرم پیمان شکنی و عهد شکنی متوجه اونا باشه. و برواد سیاوش که کشته میشه خبرش به ایران میرسه و بعد بخشای بسیار بزرگ شاهنامه چک میگیره که همه داستانهای شینخواهی سیاوشه که ایرانیان میکوشن برای شینخواهی سیاوش و نهایتاً موفق میشن و داستانهای بزرگی در شاهنامه رقم میزنه، ولی سیاوش میشود نماد مظلومیت، نماد پاکی، نماد وفای به پیمان و عهد و نماد دست نبردن به خشونت به خونریزی و آدم کشی. و از این نظر این چهره می شود که ایرانی ها برایش در عهد کهن مراسم سوگواری رو می دازن و سوگ سیاوش جهانی که رسم ملی که در بخش بزرگی از ایران در جریان بوده، خاکستر معمول به سرشون می ریختن و به صورت یک فستیوال هر سال انجام می شود. به اون وقت پسر سیاوش کی بوده؟ که خصوص پسر سیاوش که خصوص که پدر سیاوش و مادرش فرنگیسه، فرنگیس دختر افراسیابه. خیلی نتیجه که خصوص که پادشاه آرمانی در شاهنامه است، پیشوای آرمانی است در شاهنامه، از طرف پدری یعنی پدربزرگ پدرش که خصوص شاه ایرانه و پدربزرگ مادرش افراسیاب شاه تورانه و که خصوص که در حقیقت با فرماندهی و رهبری اونه که ایرانی ها چین خواهی میکنند و نهایتا توران رو شکست میدن و افراسیاب و گرسیب از این را از میان میبرن. آقای شاهین نژاد، این توران در واقع به چه منطقه امروزی کجا بوده؟ یا اینکه اصلا افسانه ایه؟ نخیر توران جغرافیا داره. شما به طور مشخص منطقه ای که امروز شما بهش میگیم سوق یا سرغدی ها که شما سمنگل رو خارم میشه در حقیقت مرز ایران ایران بوده. برخی مواقع مرز اندکی به غرب میامده و رود آمو دریا یا اون جیگون میشده مرز ایران توران، ولی بخش بزرگی از همون منطقه سرخت ایرانی نشین بوده، بخشش هم تورانی نشین بوده. از این نظر شما میتونید تقریبا تا بخونبای ایرانی نشین بوده و از سمرقند تورانی نشین بوده. تورانی هم همچنان که شما نام ها میبینی مثل پیران، مثل پرنگیس، مثل منیژه، این ها نام های آریاییست، مثل نام های خود رو شما میره نام تشخیص بده که ایرانیست یا خارجیست، تور نام پاریاییست. این ها در اقت اقوام ایرانی تبایی بودند که برخلاف ایرانی که مصورت چوکایی در شاهنامه که شهر نشین شده بودند یک نشین شده بودن، تورانیان هنوز کوچ نشین بودن و زندگیشون زندگی به صدا سهرانشینی و بیومانشینی و اینا بوده. یه مقدار از مرحله تمدن ایرانی ها عقبتر بودن و هنوز شهرنشینی و پیشه نکرده بودن. وقت چه ارتباطی از بین تورانیان و چین؟ باید وقتی میگن خاقان ترک. توران جایی که امروز جغرافیا تورانه، به مرور اقوام زرتشتی که در اصل مغولستان و قزاقستان بودن، در اصل فشاری که به چینی ها به اینا وارد کردن چون اینا حمله میکردن چین رو غارت میکردن و چینی ها وقتی قرار میشدن اینا رو پس میزدن، یا برای اینکه دسترسی پیدا کنن به مراتب و چراگاه ها و ثروت، چون برها مقدار فقیر بودن، مرور به غرب کوچ کردن و از حدود مغولستان و قزاقستان وارد جایی شدن که امروز روز تاجیکستان و ازبکستان و هم تو به طرف قرد اومدن. امروز شما میدونید تا ترکمنستان تقریبا
به مردم نجات زد نجات از بیشتر تاجیکستان و بخش از ازبکستان بقیه آسیای میانه الان نجات زدن و چون نجات زد در طور علمی عمرش کرد که برخلاف عمیانه آذربایجانی ما که برخی از روی شاید کم سوادی یا اصطلاح روز میگویند مثلا طرف ترکیه در حال که ترک به ارمان زرپوست میگن نه به ایرانیان آذربایجانی که چشا ابرو رنگ پوستشون و دمجمهشون کاملا ایرانیست و ترک زبان شدن این اشتباه از اونجا نشد گرفته ترکان همین ارمان زرپوست هم کشمالومی ها مغول ها قرقیز ها ازبک ها ترکمن ها که اینا همه شداشون بودن یه منطقه اسمش رو ترکستان و این منطقه که تورانی نشین بود به مرور اقوام آریایی پیستده شدن و توسط زرتشت با اشکال شد و شد به سر ترکستان و برای همین در شاهنامه غیر از بخشی که مربوط به ساسانیانه که مربوط به همین تقریبا عصر متأخر میشه وقتی صحبت از نقشای اسطوره‌ای و حماسیست هر دو که میگوید ترک منظورش تورانیست. چرا؟ چون دیگه در زمان فردوسی ترکان اونجا ساکن هستند نه تورانیان. یعنی در زمان فردوسی آذربایجان و ترکیه فعلی ترک نبودن؟ نه خیر ترک زبان نبود هنوز هم ترک نیست ولی خب ترک زبان شدن. برای همین وقتی میگوید ترک تو مشخص در شاهنامه اگر توی قسمت ساسانیان منظورش همین چشمادومی هاست که در شرق هم در آسیه میانن اگر پیش از دوره ساسانیانی در دوره حماسی و اسطوره‌ای و در زمان رستم و سورنوب و سیاوش و کیخسرو و اسکافرد و بهرام گیر و بوده از اینا اشاره مردم تورانی داره که ترک نبودن ولی چون دردها ترک ها اونجا اشار کردن از اونها جوگاه وقتان ترک نامونده میشه. خیلی متشکرم آقای نجات. برای من یه سوال، شما در فلسفه تحصیلاتتون در چه حده؟ من بالا یه مقدار فلسفه تو اون بخشش که مربوط به اندیشان ایران شهره میشه آشنایی دارم. فلسفه غرب هم در حد اجمالی نظران چون میدونم ولی من تحصیل کرده فلسفه مختلف نیستم. مرسی خیلی متشکرم. به هر حال آقای نجات میدونید که من قلباً به شما یک نه اینکه تعارف کنم نه اینکه هندونه زیر بغلتون بذارم چون احتیاجی به این کار ندارم، واقعا یه امیدی روی شما دارم و امیدوارم که در آینده ایران مردم دیگه هم به شما روی خوش نشون بدن و شما بتونید یک جنبش قوی رو به وجود بیارید، یعنی جنبشی رو که دارید فراگیرتر بشه. خیلی سپاسگزارم. برای هدف هممون اینه که خدمت فرهنگی خدمت ملی بکنیم و امیدوارم که این گونه بشه. بسیار متشکرم که دعوت منو برای این برنامه پذیرفتید. خواهش می‌کنم. روزتون خوش. مرسی. روز شما خوش. خب من چون عادت ندارم که مثلا فرض کنیم که در مورد چیزی که اطلاع هم کمه صحبت کنم، حالا ممکنه که اطلاع هم اون چیز داریم که فکر می‌کنم اطلاع هم زیاده اونا هم اطلاع هم کم باشه، ولی چون خودم فکر با اطلاعم کامله میام درباره صحبت میکنم. ولی در مورد سیاوش اطلاعم احساس میکردم که خیلی لنگ میزنه، لذا از ایشون خواهش کردم بیان. حالا من این به اطلاع مسئله مربوط این دو اعلامیه رو برای شما میخونم. سعی میکنم وسطش یک مطالبی بحثی صحبتی چیزی داشته باشیم که الو گوشی درود در شما جناب صوربی، بفرمید. آقای صوربی رو خط هستم. ببخشید میرونم شما خانم بود اعلامی هستم. نه همچه عجله نیست. بله عجله نیست. بله خب اولا من سوال میکنم در رابطه با اعلامیه این همه اعلامیه سازمان های هر مختلف بله. ما هستیم، ما بودیم، ما خواهیم بود. بله حال مردمی خود اینها نشون دهنده اینه که اینها هر کدومشون برای خودشون یه سازی میزنن، همه نوازنده ها خوب ولی نمیتونن مثل یه ارکستر مثل یه کنسرت خوب با هم بزنن کار کنن. این یه قسمت که دلیل تا الان به جای نرسیدن اینه. حالا من یه سوالی از شما دارم. یکی از برنامه های خوب تلویزیون های ایرانی که نگاه میکنم برنامه های شماست، چه تلویزیون مردم بودی چه تلویزیون یوتیوب باشی چه نوشته های شما.
مرسی شما متشکرم. آقای شاهین نژاد داشتید، من باشم سلام میکنم، خسته نباشید میگم. بله. میخوام برای من بیننده بگید که این آقای سیاوش فرزند کیکاووس که اینقدر مظلوم واقع شده و میخوان الان به جای حسین مظلوم اون رو بیاریم دوست میشه که سیاوش مظلوم به توان دو چه سالی زندگی کرده در ایران؟ خب ببینید این که اسطوره‌ای، این حتما قبل از هخامنشی ها بودن دیگه. اینا ببینید آخه یه سری ببینید آقای پارسا یه سری از چیزا هست بگید شما این باید خواهید کنید که یه نفر با این سلاوت و محکمی میاد میگه که اینجوری شد و زن شوهر زن باباش بهش نظر داشت و بعد برن شدن توران و توران هم حتی مزاحت و میخوای گوشه چیشو میگن. آیا بیننده شما اشتباه نمی کنید که این شما دارید راجع به تاریخ صحبت میکنید، مخصوصا وقتی شما میخواید رنسانس یا نوزایی جدید رو بیارید؟ فکر نمیکنید اگه خروپا هم از کلیسا نجات میخواستن پیدا کنن ولی میرفتن تو داستانهای شکسپیر و تو داستانهای اسطوره‌ای خودشون اسیر میکردن امروز اینجا نبودن؟ بهتر نیست که اگر کسی با دانش آقای نجات میاد صحبت میکنه یک جنبشی رو میخواد شروع کنه؟ آقای نجات میخواد جنبش نوزایی رو، یکی از اعضای اصلی نوزاییه جنبش سیاوش. من با ایشون مصاحبه کردم، الان هم دو بار قول دادن میان در میرن، میدونن هم چرا در میرن، برای که ایشون و چند نفر دیگه رفتن تو داستان، حالا خودشون هم نمیدونن که از این داستان بیرون بیان یا بیرون نیان. آقا ببینید آقای پارسا شما ببینید آقای پارسا شما یه مطالبی میگید که با واقعیت هماهنگی نداره. قربونت برم ببینید یک مطلبی هم من گفتم، دو تا اعلامیه دارم میخونم. یه مطلب هست سیاوشان که میخواد این کار بکنه، اصلا آقای شاهین اونجا یک عضو ساده است، ولی یه مطلب هست درباره نوزاییه که درباره نوزایی آقای شاهین نژاد جزو گردانندگان اصلی هست. شما درباره هر کدومش میخواین من سوال میکنم؟ من سوال دارم از درباره نوزایی که آقای شاهین نژاد یکی از محسسین شدن و یکی از اعضا حتی میشه بگیم رئیس این جنبش هستن. رئیس که نمیدونم هستن یا نیستن، ولی این هم از اعضای اصلی هستن. میخوان نوزای ایران و رنسانس ایران رو اروپا دیگه 300 سال پیش این کار کرد و از دست چرک نجات اومد که الان هم میبینیم نیومده. همین که واتیکان بیشتر پول دنیا رو داره، همین که واتیکان. ببین آقای پارسا سوربین، ببین عزیز من، قربونت برم، اجازه بفرم خواهش من یه لحظه اجازه بدید. آقای شما یه چیزایی رو میگید بعد خودتون فکر میکنید همه رو حقیقت دارید میگید، بعد این اندها ببینید شما دارید حقیقت میگید. من براتون یه مثال میذارم. ببینید تمام اروپا و امریکای شمالی و کانادا مقایسهش کنید با امریکای جنوبی مثل مکزیکو، گواتمالا و ونزوئلا و این کشورها. این کشورهایی که این الان اسم بردم عقب موندن، اون کشورها مثل امریکای شمالی، کانادا، اروپا پیش رفتن. چرا اونا پیش رفتن این عقب موندن؟ برای که اونا رنسانس کردن، اونا یک جنبش نوزایی پروتستان به وجود آوردن. بسیاری قوانینی که در دین مذهب کاتولیک بود گذاشتن کنار. حالا شما چی میفهمید؟ اولا یه دلیلش اون مسئله اصطلاح دینی هست، یه دلیلش استعمار و استثماریه که همین کشورهایی که من و شما باور داریم رنسانس کردن برگشتن اون بدبختا رو اینجوری ذلیل کردن و بعد شما درست میگی اصلا دین پروتستان که درست شد از کلمه پروتست بود، خودشون اعتراض کردن به دین کاتولیک که آقا این آقا رو بدون زن نگه میداره کنید تجاوز میکنه. شما آفرین قشنگ بارها توضیح دادید، آفرین شما پیدا میشدن تو توالت های کنار واقعیت. آره بله. ولی سوال ببینید، من از شما یه سوال کردم. بله. سیاوش و رستم که این آقا اینجوری با شور و هیجان صحبت میکرد و من بیننده امروز نادان اومدم نشستم و یاد بگیرم. بله. اینجوری که ایشون صحبت میکنه من فکر میکنم ایشون داره تاریخ ایران رو میگه، چون قشنگ به من شما میگه که برادر شوهرش هم اون بود، دختر خواهرش هم اون بود، زمین ایشون آهنگری میکرد بعد اونو اون آقا این داره. آقای من یه یاد یه مثالی افتاده این سیاوش
پسر خودش رو نمیشناخت. اون وقت داده پسر یه پادشاهی رو بوده تو بلوچستان آموزش بهش داده، بعد اومده گفته حالا با پادشاه بفرمایید این پسرتون من آموزشش دادم. بعد زن اون پادشاه ما الان فوش میدیم آخونده که دختره جوان میگیرن، ولی هر جا میریم ببینیم اینجوریه، رضا شاه میاد دختر یه ده ساله رو میگیره، این آقای پدر سیاوش یه زن جوانی داشته که اون زن جوانه نظر میداده در آخر این داستان با این داستان. ببین آقای پارسا صاحبی، آقای پارسا صاحبی عزیز اجازه بفرمایید. ببینید من سوال میکنم. آره آقای شما سوال بله بله خب آقا فرق باشید. بله بله من توضیح میدم خدمتتون. من فقط برای پاسخ آقای صوربی یک مثال میدنم. این مثال رو ببینید، ما اگر بگیم مثلا فرض کنیم که میخواییم درباره آقا محمد خان قاجار صحبت کنیم، میگن ای بابا آقا محمد خان قاجار مرده که، درباره امروز حرف بزن، درباره فردا حرف بزن، فردا چیکار کنیم؟ میگیم خب میریم درباره ناصرالدین چه حرف بزنیم. ای بابا ناصرالدین چه مال 150 سال پیش بود، مال 180 سال پیش بود، چرا اونو میگیم مثلا فلان کن؟ میگیم خب بیاییم درباره رضا شاه، رضا شاه مرد دیگه، چرا تو میری رضا شاه صحبت کنیم؟ وسطش از همون آدمی که اینا رو به من میگه بگم راستی من یه کارت مارکسی شنیدم، این کیه؟ میگه تو کارت مارکس رو نمیدونی که؟ میگم والا اسمش شنیدم نمیدونم چی بوده. میگه تو میگی من نویسندم، تو من فهمیدم، تو من میگه بلانم، تو پشت میکروفون میشینی جلو دور میشینی و کارت مارکس رو نمیشناسی. وای 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 دستیم میزنی میزنی، وای 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 تو کارت مارکس رو نمیشناسی. حالا میگم که خب حالا کارمارس رو نمیشتن، میگم مطالعه میکنم آبراهام لینکلن کی بوده؟ تو آبراهام لینکلن رو نمیدونی؟ وای وای تو چجور آدمی هستی؟ ببینید ما اینجوری، هر ملتی یک تاریخ داره، یه اسطوره داره. این همه اروپایی ها، این همه هالیوود درباره هلن و نمیدونم اون اولی درباره اون سامسون رو نمیدارم فلان، اسم اینا رو محصولات میذارم فلان میذارم، مگه اونا قصه نبودن؟ خب هر کشوری یک تاریخ داره، یک قصه های ملی داره. قصه های ملیشو برید توی آشپزونی که مثلا فرض کنید آقای صوربی خوشحال بشن. خب مردم میخوان با این که قصه های ملی یک عرق میهن پرستی به وجود بیارن، بگن آقا این چیزایی که ما این حسینی که با بعضیش سر و کلمون میزنیم، این حسین اومده توی مازندران ایران آدم کشی کرده، اون حسین گفته ما از نژاد قریشیم، ما عربیم، عرب ها از ایرانی ها برترن، ایرانی ها باید برده بشن. خب اینا رو باید بگیم، اگه نگیم چجوری کنیم؟ ببینید ما تحت تاثیر آقای صوربی، ما تحت تاثیر اسلام همیشه عقب موندیم، برای که باورهای اسلامی بده. ببینید من به قانونهایی که از آسمون اومده اصلا اعتقاد ندارم، ولی میگم اگر کسی هست که به قانونهای آسمانی اعتقاد داره، خب قانونهای زردشتی رو بگیره بپذیره. قانونهای زردشتی میگه آبادسازی، هیچ دینی نمیگه آبادسازی. اسلام میگه همش بکش خراب کن پولش بگی بیاد. اصلا کجای اسلام یه نهضتی به وجود اومده برای که آبادسازی بشه؟ میگه داد عدالت. آقا این همه رو میگیرن برده میکنن، انشاءالله میدنن برن تو بازارا، اول خودشون تبدیلش میدن بعد برن تو بازارا میفروشن، میفروختن، یعنی اون مسلمانای مکه و مدینه. ببینید من نه با مسلمان ها دشمنی دارم نه با عربا، این فکری که در بعضی ایرانی ها هست که عرب ها رو بد میدونن یا نسبت بهشون بددل هستن بسیار بده. یکی از دلایل اون استعمارگران فرا استعمارگری که دنیا رو میتراپن، یکیش اینی که نفرت به نظام این افراد. ببینید یه زمانی همین مکه و مدینه در زمان عمر اومدن ایران گرفتن، هر شهری گرفتن. من همین کتاب آقای شاهین نژاد اگر بخونم براتون اصلا کلتون سود میکشه، هر صفحه‌ای همش دلیل داره. آقا بلازری اینو گفت، نمیدونم تبری اینو گفت، نمیدونم دینوری اینو گفت، در صفحه فلان 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 رفته این همه کتاب خونده، این کتاب نوشته. در کتاب نشون داده که مثلا شهر استخر که بزرگترین شهر فارس بود،
پنج بار بر علیه عاملان خلیفه شوریدن، پنج بار اونا رو یا کشتن یا از شهر بیرون کردن، پنج بار دوباره همون عمر و عثمان و علی دوباره سپاه فرستادن، آخر سر شهر رو با خاک یکسان کردن. امروز شهری به نام استخر در خود در فارس وجود نداره، در حالی که قبلا آبادترین شهر ایران بوده. مثلا فرض کنید که در تاریخ اردشیر بابک ها میخونیم که مردم استخر بزرگترین شهر فارس اومدن پلو اردشیر بابک ها گفتن آقا بارون نبارید، ما وضعمون بسیار بده. اردشیر بابک ها گفت آقا بارون بر شما نبارید، من خودم بر شما باران میبارم، اگر طبیعت شما رو پر برگ و بار نکرد من پر برگ و بارتون میکنم، من از خزانه دستور میده به همه شما یک پولی بدن که امسالتون بگذارونیم تا سال بعد که وضع خوب بشه. خب اینجوری بوده دیگه، استخر رو با خاک یکسان کردن. در تمام ایران بارها با بارها بر علیه اعراب دوباره شوریدن. در تبرستان یعنی مازندران و گرگان بعد از چندین بار که شوریدن، خلیفه یک شخصی رو به نام سعید ابن عاص فرستاد. سعید ابن عاص فرستاد، آقای علی هم خلیفه چهارم سنی ها امام اول شیعه ها، گفت پسرای من برید شما غنیمت بگیرید. اینا اومدن توی تبرستان در سباقون شروع کردن جنگیدن و غنیمت گرفتن. خب اگر شما بگید هیچ کشوری اسطوره نداره فقط ما داریم، خب ما میگیم باشه، پس ما یه اشکالی داریم که اسطوره داریم. اما اگر همه کشورهای قدیمی مثل ایران، مثل یونان، مثل چین، مثل ایرلند، مثل بسیاری کشورهای دیگه، مثل هند، مثل مصر، اگر اینا اسطوره دارن، خب ما اسطوره داریم. اسطوره اونجاییست که تاریخ با قصه قاطی شده. ببینید یه زمانی هست که خط به وجود اومده، نوشتار به وجود اومده، تاریخ رو نوشتن. یه زمانی هست که تاریخ رو ننوشتن، نوشتاری نبوده، تاریخ رو نمی‌نویسن. پس درنچه اونجا تاریخ سینه به سینه نقل شده و این سینه به سینه نقل شدن هی تغییراتی درش به وجود اومده و این تغییرات اینطوری شده که تاریخ با قصه با حقیقت قاطی شده. این یه چیزی همه کشورهای قدیمی اینجوریه. اگر ما به این اعتراض داریم، به طبیعت بشر اعتراض داریم، بلکه طبیعت بشر اینطوریه که یک مقدار تاریخ داره، مقدار قبل از تاریخ داره. قبل از تاریخش اسطوره، برای که قبل از تاریخش هیچ کس نمیدونه مثلا پادشاه فلانجا که مثلا پاریس بود، مثلا هلن و روزی و رفتن در شهر تروار محاصره کردن و هکتور رو من جنگید، اینا هیچ کس اینا نمیدونه که مثلا چقدرش واقعیته، چقدرش قصه، برای که اینا نوشته نشده بود اون موقع. بعد وقتی نوشته نشد، پس بنابراین سینه به سینه اومد. وقتی سینه به سینه اومد، خب یه مقدار قلوف شد، هر کدوم یک چیزی بهش اضافه کردن یا یه چیزی یادشون رفت یا به میل خودشون در آوردن. مثلا همین داستان تروها را اگر اون افرادی که مهاجم بودن یه جور تعریف میکنن، اون افرادی که مدافع بودن یه جور دیگه تعریف میکنن. حالا مثلا تو همه این اگر از اسب تروها صحبت میشه که مثلا وقتی مردمان مهاجم نتونستن پیروزی به دست بیارن، اومدن یه اسب چوبی درست کردن، هدیه دادن به شهر، چرخ گذاشتن براش، خودشون به عنوانی که چیکت خوردن رفتن، مردم اومدن این اسب چوبی رو خورش دادن، آوردن تو شهر جشن گرفتن که ما پیروز شدیم. از شکم اسب چوبی نصف شب سربازا اومدن بیرون، سربازای مهاجم دروازه رو باز کردن، سربازای اصلی که رفته بودن اومدن. خب این اسطوره است، این بنزین دور، این قصه زیبایی است. چون با زیبایی مخالفی، با داستانهای زیبا مخالفی، یا اینکه با این داستانهای زیبا چون ایرانیان شما مخالفی. اگه مثلا یونانی باشن عیبی نداره، اون خوبه. اگه مثلا یهودی باشن، مثلا سامسون و دلیله باشه، اون عیب نداره. سامسون و دلیله خوبه، سامسون خوبه، دلیله سامسون زور داشته، موهاش بلند میشده، زورش زیاد میشده، موهاش که میزدن زور نداشته، دلیله رو موهاش زد، بعد یواشواش کورش هم کردن، اومد بیرون. یه زمانی که موهاش بلند شده بود، این حواسشون نبود، زورش زیاد شده بود، ستونای خس رو فشار داد، ستونا خس خراب شد. خب این قصه یهودی ها
چی میگی؟ بگیم آقای یهودی ها این خلصه رو بندازید دور چون ما خودشمون نمیان، یا اینکه مثل امریکایی ها بشیم بگیم خلصه رو بندازید دور چون ما امریکایی ها خلصه ای نداریم تو تاریخ ها، بلکه امریکا تاریخ پیدایشه، یعنی تاریخ آغاز دولت امریکا به 300 سال هم نمیرسه و طبیعیه که خلصه ای توش نداره. اما اگه بریم اون قبائل قدیمی رو حساب کنیم، مایاها و آستکا و اینا رو حساب کنیم، حتی اونام حماسه دارن. من نمیدونم آقای طولی شما چه دشمنی با حماسه ها دارید. خب من دیگه فرصتی برای اینکه این اعلامیه ها رو بخونم ندارم، در برنامه دیگری اگر فرصت میشد میخونم یا حتما در برنامه ایتو ادامه دارم، ولی یک قسمتش رو میخونم در باره سوگ سیاوش یک بند اول شبت رو میخونم. سوگ سیاوشان را جایگزین عاشورا و تاسوعا کنیم، پیشنهادی از سوی جنبش رهایی از اسلام. ببینید این مال نوزایی نیست، این مال رهایی از اسلامه. آقای شاهین نژاد توی این برنامه فقط با عنوان عضو شرکت کردن، نقشی نداشتن. همین من گرامی تازه اسمش من فکر نکنم جزء امضا کنندگان باشه. در آستانه نوروز سال 1390 برابر با 2011 میلادی، برای نخستین بار در تاریخ مبارزات ملی و فرهنگی ایرانیان 80 تن از ایرانیان جان برکف یگانه راه رهایی میهن از این همه سیه روزگاری را پیشنهاد کردن به اسلام، پشت کردن به اسلام و روی گرداندن از این دین بیگانه دانستند و دلیرانه آرمان جنبش رهایی از اسلام را به ملت بزرگ ایران پیشنهاد نمودند. پس از پخش آن پیشنهاد در شاهراهای اینترنتی چند هزار تن از ایرانیان آزاده آن را امضا کردن یا دستینه کردن و دوشادوش روشن اندیشان راستین ایرانی دین اسلام را برای همیشه از زندگی خود بیرون داد. خب این مقدمه. پیش از خواندن پیشنهاد این جنبش یادآوری چند نکته بایسته است. پدران ما در چند صد سال گذشته در سوگ کسی سر و کله خود را به خون آغشته کردند که در ستیز با نیاکان ما گفته بود. ما یعنی آقای حسین ابن علی که ما میریم چهار دست فا میریم به طرف قبرش، گفته بود ما از تبار قریش هستیم و هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ایرانیان هستند. یه بار دیگه میخونم، آقای حسین یعنی همون امام حسین گفته بود ما از تبار قریش هستیم و هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ایرانیان هستند. روشن است که هر عربی از ایرانی بهتر و برتر و هر ایرانی از دشمنان هم بدتر است. ایرانی ها را باید دستگیر کرد و به مدینه آورد، زنانشان را به فروش رسانید و مردانشان را به بردگی و غلامی اعراب گماشت. این کتاب از حسین ابن علی سفینت البهار و مدینت الاحکام و آثار نوشته حاج شیخ عباس قوی صفحه 164. افزون بر این نامه از حسین ابن علی که در نشان دادن دشمنی او و خاندان علی با ایرانیان، یه جدیه من در همین کتاب ایران شهری خوندم، وقتی که مردمان کوفه برای بار چندم بر مردمان استخر پیروز شدن و اونها رو قتل عام کردن، آقای علی که اون موقع خلیفه شده بود نوشت که درود بر شما کوفیان که شکوه ایرانیان را بر خاک نشاندید. یعنی از اینکه ما شکوه داشتیم اون آقا ناراحت بوده و میگه خوش به حال شما کوفیان که شکوه ایرانیان را بر خاک نشاندید. افزون بر این نامه از حسین ابن علی که در
نشان دادن دشمنی او با خاندان علی با ایرانیان به جای مانده احمد ابن یحیای بلاذری تاریخ نگار عرب نیز در گزارش کشتار تازیان از ایرانیان و آسیاب‌های خونی که در جای جای ایران به راه انداختن نوشته است. ببینید قسم می‌خورن که آسیاب خون به راه بدادن، دیگه از اینا قسم خورده که من باید نونی بخورم که از آسیابی آب شده باشه گندمش که خون ایرانی اون آسیابو چرخونده. می‌آوردن چند صد ایرانی رو گردن میدادن که خونشون تو جوب راه بیفته و از آسیاب راه بندازه، ولی میدیدن که چون خون لخته میشه آب جوش هم میآوردن و خون قاطی میکردن تا آسیاب بچرخه و برار بنده قرص نانی که اون فرمانده آدمکش اون رو بخوره به وجود بیاد. هی اومدن اینجا هی غارت کردن، هی جزیه گرفتن، هی گفتن پول بدید، هی آدم کشتن، هی کنیز گرفتن تا اینکه ما رو بدبخت کردن. ببینید یه زمانی عرب‌های مکه و مدینه به ایران حمله کردن، الان هم دارن عربستان عرب‌های عربستان سعودی به ایران حمله میکنن. الان اینا میان پول میدن که تا مثلا فرض کنی که بخشی عده‌ای از افراد مثلا روشنفکر رو کرد که بیان بر علیه حکومت مرکزی ایران بجنگن. حکومت مرکزی ایران زشت، کثافت، آشغال، چرکین، آدمکش، آدمخور هستن، ولی ما نمیخوام ایران قطع قطع بشه. ما که مردیم به قول آقای سلمی بیاییم این گروه های مختلف کردیم با هم متحد بشیم بریم رژیم رو ساقط کنیم، نه اینکه یکی از ایران از ایران جدا کنیم. اون که یه تیکی ایران از میخواد از ایران جدا کنه، اون پول عربستان سعودی تو جیبشه. یه دفعه یکی از بزرگان بلوچ اومد توی هم توی سخنرانی بود من بودم توی سن دیگو یه سخنرانی بود من بودم، یه دفعه هم توی واشنگتن یه سخنرانی بود بودم. بزرگان ترک بزرگان بلوچ همه میشناسن، چون گفت خارجی ها آرزو شده که این جنگ هایی که بین شیعه و سنیه بیارن در داخل بلوچستان. اگه اینا بیارن به داخل بلوچستان امروز این روستا رو اینا میگیرن یه سری میکشن، فردا اونا قوی تر میشن اونا میان این روستا رو میگیرن اونا یه سری آدم میکشن. که ما بلوچ ها میدونیم که اگر جنگ بین سنی و شیعه به داخل بلوچستان که کشته بشه کشتارش نصیب بلوچ ها میشه، ولی جا خوناشو خراب میشه همه چون هم بمیره. ولذا ما تن به این جنگ نمیدیم، یعنی تن به این نمیدیم که پول بیگانه رو بگیریم با تهران به جنگیم. ولی یه نفر یه ادعی میان حالا توی مثلا فرض کنیم که توی میگن فارس های اشغالگر آمدن مثلا فرض کنیم که کردستان رو گرفتن. آقا ما برادریم، ما از 6000 سال پیش با هم اومدیم تو این فلات ایران، شما اونجا ساکن شدید ما اینجا ساکن شدید. یه سری فارس بودن، یه سری پارس بودن، یه سری مات بودن، اشغالگر و فلان نداریم که. خب من وقتم تموم شد چند دیرم از وقت اضافه رفتن میبخشید جناب زوربی برات. من منتظرم که بازم شما تشریف بیارید دهید. من بسیار ممکنه که اشتباه میکنم، همیشه حاضرم اشتباه خودم رو بفهمم که اشتباه کردم درست کنم، ولی اگر علکی با داد و فریاد بخواد به من بگه اشتباه کردی من اشتباه نکردم. اما اگر با منطق من بگه اشتباه کردی من گردنم به قول من مو باریکتره میگم ببخشی قربان من اشتباه کردم، از بیننده ها معذرت میخوام. برای همتون شادی و پیروزی تندرستی آرزو میکنم تا برنامه بعدی.